امروز برای شما همراهان کانال میخوام در مورد کتاب‌های مختلفی که در علوم غریبه و زمینه علوم غریبه نوشته شده مقداری صحبت بکنم. این بررسی جلسه اول هست، سعی میکنم که یه مقداری با نقد بیشتری پیش بریم و حالا سریع فقط اسم کتاب‌ها رو نیاریم، یه مقداری در مورد صحبت بکنیم که دوستان تقریبا با محتوای کتاب هم آشنا بشن و بدونن که محتوای این کتاب ها چه هست. با من در ادامه همراه باشید تا این مبحث بسیار بسیار مهم رو که شاید اولین بار هست در فضای علوم غریبه و فضای مجازی مطرح میشه رو انشالله با من به دقت همراهی بکنید. عزیزان دیگه سعی بکنید در همین برنامه ها اون چیزی که هست رو یاد بگیرید، دیگه مرتبه از این کتاب ها سوال نفرمایید. با نام و یاد دادار پایدار و با درود و عرض ادب به پیشگاه شما گرامیان و همراهان کانال، امیدوارم در هر کجایی که هستید از این گیتی تنتون به ناز طبیبان نیازمند نباشه، در تندرستی باشید، هیچگاه مریض نشید انشالله، و اگر در کنار خانواده هستید یا دور از پدر و مادر، در هر کجایی که هستید انشالله تنتون سالم و زندگیتون برقرار باشه و انشالله روزگارتون روزگار خوبی باشه. عزیزان همون جور که خب همه اون عزیزانی که در علوم غریبه پا گذاشتن و میدونن، در این کانال من بارها تکرار کردم که یادتون باشه به پدر و مادر برای اینکه شما در این راه پیشرفت بکنید به پدر مادرتون احترام بکنید، یادتون نره، این یک سرلوحه هست، یادتون نره عزیزان، من بارها این رو تکرار کردم و به عزیزان قبلا در موردش گفتم از همینجاست که شما رشد و بلوغ پیدا میکنید. این مطلب رو اگر من تکرار میکنم واقعا جای تکرار داره. خب خیلی ها وقتی وارد علوم غریبه میشن، حالا یا تازه وارد شدن یا وارد شدن از قبل، مطمئنن اولین چیزی که سراغش میرن که بهش مراجعه میکنن چی هست عزیزان؟ کتابه. در علوم غریبه از زمانهای گذشته تا به الان کتابهای زیادی نوشته شده، خیلی کتاب، من خدا میدونه که چقدر از این کتاب ها نوشته شده و چقدر الان کتاب در دسترسه و به اصطلاح چقدر از این کتاب ها صحت و سقم داره چقدر نداره، ولی اولین چیزی که یک فردی که نیازمنده حالا دانستن علوم غریبه یا در این راه قدم برداشتنه یا به اصطلاح خودمون میخواد بره دعانویس بشه، میخواد بره ساحر بشه، میخواد بره هر کاری انجام بده، اولین مراجعه از چه هست عزیزان؟ این هست که به یک کتاب مراجعه بکنه. و وقتی که شما به یک کتاب مراجعه میکنید، در این کتاب ممکنه خیلی از مسائل رو چیکار بکنید، حالا یاد بگیرید یا خیلی از اونها اونجا دستور داده شده از اون دستورات بردارید و انجام بدید. خلاصه مرجع شما تا زمانی که حالا یک استادی یا یک چیزی جلوتون راهتون بیاد که بتونید ازش استفاده بکنید کتاب هست. و اگر به درستی چیزی رو که میخواید درش اصطلاحا انتخاب بکنید و کتابی که میخواید انتخاب بکنید اگر به درستی تصمیم نگیرید و اون کتاب رو نشناسید، مطمئن باشید که یک چاخ و گودل و گودال بزرگی برای خودتون میکنید و در این گودال و چاه عمیق فرو میرید. این دیگه چاهه. به خاطر چی؟ همون جور که الان ما کتاب‌های تصویری داریم دیگه، یوتیوب یه کتاب تصویریه و الان خیلی ها در این یوتیوب چیکار میکنن عزیزان؟ میان درسایی که میذارن، از جمله اون آقایی که واقعا من نمیدونم سوادش در علوم غریبه کجا هست، میره از اینجا اونجا کپی میکنه، اسمش هم گذاشته تیا، که مثلا اسمش هم گذاشته استاد که ملا نصرالدین از اون با سوادتره، یکی از همین کتاب‌های گمراه کننده است که امروز در فضای یوتیوب ما سراغ داریم که لا یعلم الهر من البر، هیچ چی نه حالیشون نیست، هیچ چی نمیفهمن،
4 تا چیز از کتاب را از یه جایی رفتن برداشتن، 2 تا پیازداغ هم بهش اضافه کردن و گذاشتن دم دست مردم و خیلی ها بهش مراجعه میکنن و متاسفانه داخل چاه میفتن. حالا من برای شما میخوام امروز جدای از این کتاب های تصویری که اصطلاحاً در یوتیوب و فضای اجتماعی ما میبینیم که مثلا به کانال بندم کتاب تصویری هست، فرقی نمیکنه، اما یه سری کتب ما داریم که از گذشته ایام وجود داشته و اینها هنوز هم دست به دست میگذره و دست به دست میشه از فردی به فرد دیگه، حالا از استادی مثلا به شاگردش و همینجور این کتاب ها یا در بازار فروخته میشه. من اینا رو یکی یکی سعی میکنم یه سریاش اسم ببرم و حالا بهتون تا اونجا که تجربه داشته باشم بگم کدوم خوبه کدوم بده، کدوم سمتش نرید کدوم سمتش برید. اولین کتاب بسیار بسیار خطرناکی که من میتونم بهتون مثال بزنم و خیلی از عزیزان شاید حتما او رو دیدید، اون کتاب رو تلسمات چی هست؟ تمتم یا تمتم یا تمتم یا هرچی که شما اسمش رو گذاشتید. این کتاب به وسیله حکیم تمتم یا همون حکیم تمتم یا تمتم هندی نوشته شده و نسخه که امروز در بازار میبینید عزیزان این نسخه نوشته شده توسط یک عزیزی نوشته شده که این فرد اصالتش ایرانی هست، منتها از عزیزان بلوچ هست که این رو نوشته و اون کتاب رو حالا از روش یک سری نسخ برداشته و اینها و اون چیزی که امروز شما میبینید با اون شکل و شمایل با اون فارسی مربوط به همین دهه های اخیر هست که توسط این عزیز نوشته شده. اما صحت و سقمش چه هست و چی داخل کتاب داره من به شما میگم. از نظر صحت و سقم اون چیزی که امروز به عنوان تلسمات تمتم یا تمتم شما میبینید در بازار اصلا به جاهت چی نداره؟ علوم غریبه ندارد. حالا شاید بعضی دستورات، حالا شاید مثلا خیلی خیلی طرف اگر عامل باشه قدرتمند باشه بتونه از یه سری استفاده خیلی خیلی آسان اصطلاحا نادر بکنه، ولی برای افرادی که میخوان این کتاب رو مرجع قرار بدن و بخوان ازش استفاده بکنن اصلا وجاهت نداره. بعضی از اینها در آخرش حالا یه سری خطوط داره، شاید اونها به درد افراد بخوره، مثلا نوع خط شناسی مثل خط شناسی حالا سریانی متری یا بقیه خط شناسی هایی که اونجا وجود داره همون هم باید بررسی بشه و ببینیم که اون نسخه‌ای که انتها گذاشته برای اینکه اصطلاحاً خطوط معنا بشن آیا صحت واقعی داره همه خطوط یا نه. اما این کتاب چیه؟ یعنی این کتاب چی داره؟ تلسمات تمتم همونجور که اسمش روشه اکثراً سحر هست. این کتاب اکثراً سحر و حالا سحری هست که با تلسمات آمیخته است. بعضی از نسخش هم کلن تلسم هستن و من حالا در آینده در مورد تفاوتهای سحر و تلسم برای شما صحبت خواهم کرد و انشالله اون رو بهتر خواهید فهمید. اما من قبل از این که حالا ادامه بدم، اگر زحمت بکشید تا اینجای برنامه همراه ما هستید و بالاخره برای کانال ارزش اگر قائلید و ببینید که کانال براتون ارزشمند هست و چیزی بهتون اضافه میکنه از نظر حالا دانش غریبه، زحمت بکشید دو یا چند کامنت انگلیسی برای ما بگذارید عزیزان برای حمایت کانال ما هم روحیه‌ای بگیریم و به الگوریتم یوتیوب هم این سیگنال رو بدید که این کانال به درد میخوره. بعد هم گزینه لایک رو حتما بزنید عزیزان، گزینه پسندیدن. عزیزانی هم که اصطلاحاً کانال رو عضو نشدن سابسکرایب نکردن، پس از اینکه گزینه سابسکرایب رو زدن یک گزینه بالو دستش از زنگوله است، اون زنگوله رو حتما بزنید و بذارید روی همه. عزیزانی هم که در خارج از کشور هستن به دلیل اینکه این کانال هیچ اسپانسر مالی نداره، اگر خواستن میتونن به این کانال کمک بکنن که خداوند انشالله بهشون عزت و برکت هزار چندان عطا بکنه. سپاسگزارم از اینکه کانال رو حمایت میکنید. خب گفتم کتاب تمتم یا کتاب تمتم
درش یک سری اون چیزی که امروزه موجود هست، نه اون کتاب تمتم یا تمتم قدیمی. اون اصلا موجودیت در بازار نداره که امروز شما برید دنبالش و اون کتاب قدیمی رو پیدا بکنید. اگر هم باشه شاید در هندوستان یافت بشه. این چیزی که امروز در بازارهای ماست با اون شکل و شمایل هایی که داخلش کشیدن، این رو عرض کردم، یه فرد ایرانی نوشته و از نظر وجاهت هم هیچ وجاهتی نداره، اعمالش درش اکثرا اشتباهه. و یک مرجعی هم من بهتون بدم دوستان، اکثر کتبی که در کویته پاکستان، اکثر کتابهایی که در کویته پاکستان چاپ می شود، همه پر از اشکال و پر از اصطلاحاً چیزهایی است که شما باعث میشه شما رو گمراه بکنه و به اون نتیجه و سرمنزل مقصود نرسید. مثلا برای شما جدول گذاشته یا دستور گذاشته، غلط قلوت، همش غلط نوشته شده، مثلا تلسم نوشته شده، تلسم به جای این که مثلا خب میدونید که بعضی از خطوط تلسم هستن، مثلا عدد رو اینجا مینویسن، بعضی عددها از خط رد میشه، این خودش یه عدد، یک حروفه. بعد شما ممکنه در یه تلسمی به جای این که مثلا این حرف مثلا از خط رد بشه پایین، میبینید این خط مثلا این حرف به این صورت نوشته شده، بالا به این صورت نوشته شده. کافیست این رو بردارن، این رو به شکلی سه بنویسن، کلن اون لحظه دیگه این تلسم از دسترس خارج میشه و اون چیزی که باید رو نداره. پس اولین کتاب، کتابیست با نام تمتم یا تمتم هندی که به شدت توصیه میکنم اصلا سراغ این کتاب نرید و باعث میشه اگر یه دستورم داخلش پیدا بکنید، دستور درست هست، همه این دستورات با نیروهای شیاطین و تاریکی هست، با لشکر سحر و وسواس. یادتون نره شما اگر بخواید مثلا از اینها کار بکشید، نه تنها یه کار رو درست نمی کنید که صدمش رو خود شما هم خواهد افتاد و خودتون رو هم درگیر میکنه. پس اولین کتاب رو با هم مرور کردیم، کتاب تمتم یا تمتم هندی، که این کتاب من جلوش یک ضربدر بزرگ میذارم که به شدت این کتاب رو ازش دوری بکنید. کتاب دومی که بریم سراغش و خب خیلی ها من میبینم که به اصطلاح سراغش میرن، کتاب مرجان جادو هست. خب اول ببینیم کتاب مرجان جادو چیه. این کتاب رو منتسب کردن به شیخ بها، این منتسب شده عزیزان به شیخ بها، ولی اینکه این کتاب اصلا مال شیخ بهایی نیست. این کتاب در ما بین سلسله افشاریه، حالا صفویه تا به اصطلاح بعد از صفویه نوشته شده، اصلا مال زمان صفویه نیست که بگید شما شیخ بها نوشته، این بعد از اون نوشته شده، در بین حالا 300 تا حالا مثلا سال 150 سال بعد یا 100 سال بعدش هست، بین همین 200-300 سال قبل هست. این کتاب کتابی هست که از اسمش همونجور که برمیاد در داخلش سحر داره، جداول داره، افاق داره و حتی سحرهای خیلی خطرناک داره عزیزان. و اگر نظر بنده رو بخواید، این کتاب رو به شدت نهی میکنم، همانطور که تمتم رو نهی کردم، این رو هم به شدت نهی میکنم. البته اگر کتابی بود که مثلا بر فرض مثال آقای شیخ بهایی می نوشت یا هر کسی از اینها، شاید بعد از بررسی آدم می توست به نتیجه برسه. این کتابی که امروز به مرجان جادو معروفه و حالا یک ملغمه ای از یک سری چیزهایی است که بیشتر هم عملیاتیه، به درد شما عزیزان نمی خوره. به درد شاید افرادی بخوره، گرچه اینها عرض کردم همشون چاپ کویته هستن، چاپ پاکستان هستن و ما چیزی رو نداریم که در کویته بیاد و درست باشه. اکثر کتبی که بنده دیدم
و از کوبته اومدن اکثرا داخلش اشتباه فراوونه. چاپ هایی به درد نخور اشتباه، فقط یه کتابی درست کردن با یه اسمی که بدن دست ملت و یه پولی رو بتونه ازشون بگیرن. پس این دوره این کتاب رو هم خط بکشید. کتاب بعدی که من به شخصه جز کتبیست که اصل اون رو خیلی پسندیدم، نه به درد شما بخوره نه، ولی دانش خوبی در اون کتاب هست، کتاب اسرار قاسمیه. کتاب اسرار قاسمی رو جناب ملا حسین کاشفی سبزواری این کتاب رو تهیه کردن و خب ملا حسین کاشفی سبزواری خیلی خیلی قدیم بوده، یعنی یه چیزی نزدیک 800-900 سال قبل ایشون زندگی میکرده و کتاب اسرار قاسمی اصل که من نمونه اصلی اون رو چاپ اصطلاحا نسخه پوستی اون رو داشتم فکر میکنم در یک به صورت میکروفیلم که از روش نسخه برداری شده بود، اصلا اون چیزی نیست که امروز اسرار قاسمی چاپ به اصطلاح پاکستان یکی باشه. خیلی چیزهاش، اون چیزی که کتابی که در پاکستان چاپ شده، خیلی چیزهاش اصلا متفاوته و اون اسرار قاسمی اصلی نیست. اسرار قاسمی همون جور که از اسمش برمیاد جز کتب اسراریه، یعنی همه چیز شما داخلش داره، از علم سیمیا، از علم هیمیا، از دکوکات، از اصطلاحاً ریمیا، انواع اقسام چیزها، از نجوم بگیرید مقداری در موضوع، البته نجوم خیلی کمه، بیشتر در اون کتاب از سیمیا صحبت شده، یعنی علم جادو، نه این جادویی که شما میبینید جادو جنبل میگن سحر و اینا، نه، بیشتر در مورد تصرف در تخیلات شما و حتی چند نسخه هم از اصلا تسخیرات کواکب در این کتاب هست. و این کتاب نسخه اصلیش ال دانش خوبی رو میتونه در اختیار شما بگذاره و کتابی از تقریبا میشود جامع، بیشتر به درد دعا نویسان نمیخوره، کسانی دعا نویس هستن به درد اونها نمیخوره، گرچه عرض کردم از همه علوم داخل این کتاب هست، بیشتر در علم سیمیا و علوم دکوکات و اینها هست که کسانی که نسخه اصلی اون رو داشته باشن میتونن. در علم تسخیرات هم و دعوات هم داخلش چند نسخه رو من دیدم. خب عزیزان، کتاب آخری که در این بخش اول کتاب‌های علوم غریبه میخوام بهتون معرفی بکنم، کتابی است که شاید خیلی از عزیزان اون رو ندیده باشن، یک کتابی است به نام شق الارض. این کتاب شق الارض نویسندش ملا لطیف گیلانیه. این ملا لطیف کیه؟ ایشون برادر عبدالقادر گیلانی هستن و اینها هم در اصل این گیلانی هایی که الان شما در پاکستان میبینید، گیلان گیلان، اینها مال همین گیلان ما هستن که حالا یا عصر اصلا افشاریه یا اون زمان بالاخره کوچ میکنن یا حالا به هر ترتیبی در پاکستان اینها زندگی میکردن، که خب خیلی ها اون رو به نام مثلا برادر بزرگیشون رو که خب عزیزان اهل سنت، ایشون رو به نام قوس دستگیر در افغانستان و پاکستان میشناسن، به نام عبدالقادر جیلانی، که در اصل این جیلانی نیست، چون عزیزان عرب این گ رو ندارن، گ رو ج تلفظ میکنن، یعنی نرگس و نرجس. به خاطر همین این کتاب، میدونید که یک فرقه بزرگ تصوفی هم هستن که به اصطلاح پیروان همین آقای عبداللطیف و عبدالقادر گیلانی هستن. کلن کتابی که نوشته شده بیشتر در علم دکوکات، دکوکات یعنی علم فریب، یعنی به چجور من مثال بزنم شما متوجه بشید، خدمت شما عرض بکنم که علم دکوکات یعنی آمیخته از سیمیا و شعبده،
از سیمیا و شعبده. بیشتر این کتاب از علم دکوکات، شعبده بازی و مقدار سیمیا. البته نسخی در کتاب اصلیش از سحر و تلسم هم وجود داره، ولی بیشتر تلسماتش برمیگرده به علم سیمیا، بیشتر دستوراتش برمیگرده به علم سیمیا. تسخیرات در کتاب وجود داره. کتاب به صورت رمزواره نوشته شده که این رمزواره این کتاب خود اسرار قاسمی که کدهای ملا اصلاً سبزواری در اونجا هست، کاشفی سبزواری. شما در این کتاب عبداللطیف هم حروفی رو به رمز میبینید، مثلا بعضی جاها که خواسته شما متوجه نشید، مثلا یه سری چیزها رو مثلا شکل و شمالش رو اینجوری نوشته، شما که نمیفهمید. و حالا در کتاب اسرار قاسمی در همون ابتدای کتاب رمزوارش رو نوشته که این حروف به این صورت هست و خط آی کاشفی سبزواری حروفش رمزنگاره‌هاش با چه عددهای در ابجد است. منتها در این کتاب شق الارض شما چیزی رو از رمزنگاره‌ها نمی‌بینید، اگر هم بوده از کتاب جدا شده و رفته. در این حال کتابی نیست که به درد همه بخوره. این کتاب بسیار 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 کتاب سنگینیه، گرچه اون چیزهایی هم که ربطی به نجوم داره بیشتر برمیگرده نجومش به مکتب به اصطلاح ابن عربی، که اصلا نجوم خاصی داره، نجومش با نجوم ابوریحان و ابن سینا اینا اصلا کلن فرق داره. و کلن عزیزانی که در این راه میخوان قدم بذارن از این کتاب باید صرف نظر بکنن. این بررسی جلسه اولش رو، حالا در برنامه بعد انشالله بقیه کتاب هایی هم که در بازار هست رو باز با هم بررسی میکنیم و برخی کتاب ها رو براتون میگم که شاید بتونید ازش استفاده بکنید انشالله. برای اینکه این برنامه ها و این کانال راهش ادامه پیدا بکنه و ما بتونیم چیزهایی که دیگران نگفتن رو در اختیارتون بگذاریم، کانال رو حمایت بکنید با لایک، با کامنت، با سابسکرایب در کانال و شیر این کلیپ ها برای دیگران. این کانال کانال خودتون هست و انشالله با حمایتش به یوتیوب و الگوریتم این سیگنال رو بدید که انشالله این برنامه در دسترس دیگران هم قرار بگیره. براتون بهترین آرزوها رو دارم. کانال لایو رو حتما با این آیدی در یوتیوب حتما اصطلاحاً این کانال رو هم سابسکرایب بکنید، زنگولش رو بزنید که لایف های پرسش و پاسخ رو در اونجا برگزار بکنید. خداوند به شما برکت و عزت بده تا برنامه دیگر و لایف های دیگر. دادار پایدار یارو یاور شما.